گلغندی تفریقای زیبا و دیدنی افغانستان هوای تازه، طبیعت جذاب و کوههای سر به فلک کشیده اطراف زیبایی ویژه به این تفریقای نوروزی شمال کابل بخشیده است این تپه ارغوانی در فصل بهار میزبان صدها تماشاگر است گلهای ارغوان رنگ تپه گلغوندی زیبایی خاص دارند اما این گلها زود گذر هستند گلار غوان وقتش کم هستم یک ده دوازده روز می باشه و زود از بین می تا از اینجا یک ده دقیقه می رسیدیم پلان داریم که از تماما گلغندی ببینیم سیاحت کنیم برای اولین بار هم از که اینجا آمده این تپه مکان پر رفت آمد برای تفریح است مشمول کابل مردم از دیگر شهرهای اطراف پروان نیز به این تپه می آیند تا ساعت را خوش باشند و از هوای آن لذت ببرند. این هم یک دفعه آمده شد ما تقریبا سه نفر بودیم یک دفعه بچه‌ها گفت ما میریم ما میریم دیگه همو تو دیگه ما مازو پون آمدیم جای پا... نبود دیگه باز استاستم طرف بالا بریم و بالا با کنیم جای پیدا کنیم برشن یک چند دقیقه منظره میکنیم باز میریم گلغوندی مکان مناسب برای بازی کودکان نیز است برای کاغذ پران بازی هم فضای کافی دارد تا جوانان گودی پران را با شور و شوق پرواز درآورند و با جنگ انداختن کاغذ در هوا به این سرگرمی سنتی ارج بگذارند. دیگه بازی جدا می جشن گودی بازی و یا می آمدیم اشتراک می کردیم خوب جای لذت بخش از دیگه امروز پلان بود از می سو بر آمدیم اما گیره یک جا کردیم یک دو تاش گفتن نه نمیریم رفتیم یک چکر کار و چیز طرفا یک دفعه می دوازده بجایی گفتم بریم دیگه یک دفعه ای شد این گونه که گلهای ارغوانی دست کم نزدیک بعد دمای نخست فصل بهار را برای کسبکاران و دستفروشان نیز پر رونق می سازد. جانبجوش مردم بیشتر روزهای جمعه کار و درآمد هتل ها را پر رونق ساخته و مشتریان زیاد برای خرید می روند. بیش از یک ده است که جشن ارغوان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شده است. پس از سال 1392 هجری خورشیدی همه جشنواره ملی گل ارغوان با اشتراک برخ از مقام های حکومتی شعرا نویسندگان و باشندگان ولایت های گوناگون کشور در تپه گلغندی برگزار می شود. امسال نیز ریاست اطلاعات و فرهنگ دوازدهمین جشنواره ملی گل را طی همایش بزرگ داشت کرد تپه گلغندی بر بلندای وادی سبز شهر چاریکار مرکز ولایت پروان واقع شده و نمای سبز و شاداب از این منطقه به دست میدهد